با یک سلام و درودی بسیار گرم به تک تک شما عزیزانم، به برنامه روانیار در تلویزیون آزادی بسیار خوش آمدید. همونطور که میدونید ما یک سری برنامه های هفتگی درست کردیم و میخواییم در کنار هم بیاموزیم. در هفته گذشته سه‌شنبه شب موضوع ما در مورد جمله کوتاه من سیاسی نیستم بود و در موردش باز کردیم و صحبت کردیم. و اما امشب برنامه این بار ما در مورد مسئولیت‌های فردی و اجتماعی یک انسان چیست، که فکر کردم اول به مسئولیت‌های فردی یک انسان بپردازیم و بعد کم کم من یک سری سوالات و همچنین سوالاتی که شما مطرح کردین در کنار هم قرار دادم تا بتونیم به این سوال‌های مقدار دیپ‌تر و عمیق‌تر جواب بدیم. اما کودک، اگه دقت کنین، اگر یک بچه یا کودکی سوال کنین که وظیفت چیه، مسئولیت چیه، فوراً میگه مشقامو بنویسم، فوراً میگه لباسمو مرتب کنم. به هر حال احساس یه احساس وظیفه کودک در قبال یه همچین جمله‌ای میکنه. حال اگر ما یه همچین جمله‌ای رو از بالغ بپرسیم. اما مسئله خیلی مهم اینه که انسان باید در کودکی، در خانه و خانواده خودش مسئولیت‌های شخصی خودش رو و بعد کم کم مسئولیت‌هایی که در قبال خانواده خودش داره رو بیاموزه و نه با اجحاف، نه با تهدید، نه با تقبیح و تنبیه، بلکه با درایت و خرد، با عشق و مهربانی انجام وظیفه رو به کودک و نوجوان و جوانش بیاموزه. اما قبل از همه اونا ما باید اول خودمون بدونیم که آیا ما خودمون انجام وظیفه میکنیم؟ آیا ما خودمون میدونیم که وظیفه شخصی ما چیست؟ وظیفه پدری و مادری ما چیست؟ و وظیفه انسانی و اخلاقی و وجدانی ما چیست؟ اینا مسائلی که خیلی باید دقیق بهش نگاه کنیم. یک کودک از درون خانه پدری و مادری باید بیاموزه که حق و حقوق کودک چیست؟ حق و حقوق پدر مادر چیست؟ مسئله اینجا اینه که ما اصلا نمیگیم که پدر مادر فقط باید فداکاری کنند. پدر مادر باید در کنار مسئولیت پدری و مادریشون باید حتما در کنارش فان و تفریحشون و کارهایی که دوست دارن در کنارم، از همه مهمتر عشق ورزی بین همدیگر داشته باشن. پس مهمه که کودک بدونه پدر مادر خدمتکار نیستن، بلکه در کنار عزیزانشون دارن کار زیبا و بزرگ پدری و مادری رو انجام میدن و یا وظیفه. و کودک از کودکی باید بیاموزه که حق من کودک چیست، حق خواهر و برادر کوچکتر من چیست، حق دوستانی که همبازی های من که دارم باشون بازی میکنم چیست، آیا حق و حق من در کنارش چیست. یعنی تفکیک این دوتا خیلی خیلی مهمه. یک مثال خیلی ساده، فرض کنیم که کودکی میاد خونه شما، دوستی عزیزی اقوامی کسیه و اسباب بازی بچه شما رو برمیداره و موقع خداحافظی میخواد بره. این وحشتناک ترین کاریه که اکثر پدر مادرای شرقی به خاطر اینکه تعارف دارن و رو دروسی میکنن با اون عزیز خانواده‌ای که اومدن در خانهشون، موقع رفتن که اسباب بازی داره میره و این کودک بینوا داره هوار میزنه که اون عروسک منه، اون ماشین منه، اون اسباب بازی منه، پدر یا مادر یه تکونی بهش بدن و بهش بگن که هیچی نگو، آبرومونو نبر، برات میخرم، بذار ببره. و اون بچه هم داره گریه میکنه و اسباب بازی این یکی رو برداشته و داره با خیال راحت میره. این داره گریه میکنه، اون میگه من میخوام، این میگه من میخوام. یه جنگی بین این دوتا پیش اومده. اما در فرهنگ ما اسباب بازی بچه‌مونو میگیریم ازش، میدیم به بچه دیگه. بزرگترین خیانتی که به هر دو کودک میکنیم همین فرهنگ غلطمونه. چرا؟ به خاطر اینکه به فرزندمون گفتیم از حق خودت بگذر، به فرزند دیگر گفتیم حق داری حق فرزند من را بگیری. ببینین چقدر ظریف و چقدر عمیق میتونه تأثیرات بسیار خطرناک فرهنگی و روحی روانی رو کودکی خودتون و کودک دیگری بذاره.
و اون پدر مادر دیگه هم بدون اینکه کاری بکنن از اینی که بچهشون ساکت شد و به خواسته خودش رسید راحت اسباب بازی رو بردارن و برن. یعنی دو پدر مادر دو کودک بزرگترین آسیب رو به شخصیت دو فرزندشون زدن. پس باید بدانیم که حق را از کودکی باید آموخت و حق را نباید از دیگری گرفت. در این یه همچین شرایطی باید اون لحظه مادر و پدر اون بچه اسباب بازی رو بگیرن. مهم نیست چقدر داره گریه میکنه، اصلا اون لحظه مهم نیست. بچه چرا گریه میکنه؟ برای اینکه میدونه ضعف پدر مادرش رو، که اگر گریه کنه مادر پدر ضعیف میشن و اسباب بازی رو نمیگیرن از دستش. مهم نیست چقدر گریه میکنه، اسباب بازی رو آروم، نه با خشونت نه با دعوا ازش میگیرم، میگم این مال تو نیست مامان جان، این مال تو نیست بابا جان، و اسباب بازی رو میدم به صاحب اصلی خودش. اون وقتی که بچه گریه میکنه بهشم اگر میتونم بخرم بهش میگم برات تهیه میکنم، اما اگر نمیتونم در توانم نیست هرگز قول دروغ نمیدم، هرگز. و کودک اصولا خیلی سریع دیسترب میشه، حواسش پرت میشه، حواسش هم پرت میکنیم و تمام میشه میره. اما درس بزرگی که میآموزه اینه که دیگه نمیتونه از این بازی ها بکنه، دیگه نمیتونه حق دیگری رو بخوره. و اون کودکی هم که حقش خورده نشده حال میآموزه که در مقابل حق و حقم می ایستم، سکوت نمی کنم، کنار نمیام، جنگ و دوام نمی کنم. بعد اینو اون بیاموزه که میاموزه کم کم. پس وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چقدر مهمه که در کودکی کودک حق خود و دیگری، همسنای خودش، خواهر برادر و پدر مادرش رو بدونه و در کنارش هم حق مدرسه. وقتی وارد کودک وارد مدرسه میشه دوباره اینجاست که آموزش و پرورش بسیار نقش اساسی داره، که فرق نذاره بین کودک پولدار، کودک غنی یا کودک فقیر، یا کودکی که پدر مادر مهندس و دکترن یا کادو میارن، فرق بذاریم. اینجاست که کودکان بسیار حساسن، چون مغزشون دیولپمنت یا اون شکل مغزشون که داره تغییر و تحول پیدا میکنه، داره رشد پیدا میکنه، هنوز احساساتی که خیلی قویه و کاملا با احساسات متوجه میشن که ای معلم داری فرق میگذاری، و اونجاست که خیلی آسیب میخورن. و بین خودشونم برای کودکان خیلی بده، یعنی وقتی که بزرگتر و یا معلم مدرسه فرق میذاره بین بچه ها، بین بچه ها خشونت به وجود میاد، بین بچه ها ممکنه که یه مقدار آزار رسانی و آزار گرفتن به وجود بیاد، برای اینکه حالا دیگه اون بچه عزیزتر شده و بچه های دیگه ممکنه که با کمبودهایی که پیدا کردن اذیت و آزار بهش برسونن یا اون به اینا. به هر حال اشتباه فرهنگی ماست. میدونین که تمام تلاش من دوباره سازی فرهنگیه. ما نباید به تیریج قبامون بر بخوره. ما باید نکات ضعف فرهنگی خودمون رو بیاموزیم و ببینیم، تشخیص بدیم، نکات مثبتش رو هم ببینیم و تشخیص بدیم، نکات ضعف رو برداریم و نکات بهترین ها رو جایگزین کنیم از فرهنگ خود و از فرهنگ های دیگر. پس دوباره سازی فرهنگی بسیار بسیار مهمه. و این کودک وقتی که نوجوان میشه، همینطور که داره بزرگ میشه، به سن نوجوانی که میرسه دوباره مرحله بسیار حساس و مهمی که هر حق خودش رو بیشتر بدونه، سوالات بسیاری از خودش میکنه. نظم و انضباطاتی که از خانه آموخته طبیعتاً در دوره تینیجری یه مقدار تفاوت پیدا میکنه، یه مقداری ممکنه کمتر بهش توجه کنن، چون فقط و فقط یه مرحله تینیجری یا نوجوانیه که نباید خیلی زیاد فشار بهشون بیاریم. حرمت و احترام از کودکی و نوجوانی بسیار مهمه که به کودک داد و بعد تحویل گرفت. چون وقتی که حرمت رو تقدیمشون کنیم آنها هم به ما حرمت میذارن. وقتی بی حرمتی بکنیم، وقتی حقشون رو بگیریم، وقتی که از تضادها صحبت کنیم، یعنی برای من حلال برای تو حرام، وقتی خود ما کاری میکنیم غلط و به آنها بگیم، این دقیقا حق و گرفتنه و این باعث میشه که مسئولیت خودمون رو نپذیرفتیم و به کودک و فرزندمون داریم مسئولیت میآموزیم. پس مسئولیت رو باید خودمون بیاموزیم.
خب یه سری من سوالای خیلی مهمی رو که شماها و خودم فکر کردم که مهمه یه مقدار جمع جورش کردم که با همدیگه یکی نگاهی بکنیم به این حق و حقوق فردی و خانوادگی. ببین کودک بزن از کودک برم. کودک وقتی که میبینه از همون کودکی خانواده دارن به حیوانات علاقه نشون میدن، مهر نشون میدن و از حیوانات نمیترسن، بلکه با مهر در موردش صحبت میکنن، وقتی تو فیلم میبینن، وقتی بیرون میبینن، غذا میدن به حیوانات، کودک داره اینجا حقوق حیوانات رو میشناسه، مهرورزی به حیوانات رو میشناسه. وقتی خانواده تو محیط زیست، موقعی که رفتین بیرون پیکنیک یا حتی بیرون دارین راه میرین، اگر میبینین که آشغالی چیزی روی زمینه، پدر یا مادر، حالا وقت کرونا یه مقدار باید خیلی مراقب باشین، ولی به طور کلی من دارم صحبت میکنم، باید برداریم جلو چشم فرزندمون، برداریم و تو سطل آشغال بندازیم و بگیم که این کار اون شخصی که این کار رو کرد بسیار زشت بود. یعنی کودک باید بیاموزه، نه اینکه تو ماشین که داریم بریم سیگار رو پرت میکنیم، آشغال چیزی رو میخوریم پرت میکنیم و کودک اون پشت نشسته و تمام این رفتارها رو داره نگاه میکنه و دقیقا از ما کپی برداری میکنه. پس ما بسیار مسئولیم در مقابل مسئولیت حقوق فردی و اجتماعی. خب این مسئولیت ها همینطور داره گسترش پیدا میکنه و این فرزند خوشنوا که در یه همچین خانواده‌ای داره بزرگ میشه، داره میآموزه رعایت و مسئولیت در مورد خود، خانواده، پدر، مادر، محیط زیست، اجتماعی و فرهنگی، چون فرهنگشو داری رشد میدی، و در کنارش هم به مسئله سیاست که حالا بعد کم کم میرسیم در موردش بهش. خب جالبه که بدونین در قرن 21 در مورد انسان، مسئولیت انسان، قرن 21 شد مسئولیت دیگرشناسی، یعنی نه فقط مسئولیت خودشناسی بلکه مسئولیت دیگرشناسی. و این خیلی مهمه که در قرن 21 و بعد که کرونا اومد، این فاجعه خودش چقدر مسئولیت‌های متفاوتی رو به ما آموخت که در بحث پست کرونا یا پس کرونا حتما در موردش بیشتر من صحبت میکنم. خب حالا میخوایم نگاه کنیم ببینیم که سوالی که مطرح کردیم اینه که در صورت شانه خالی کردن در قبال این مسئولیت‌ها، یک خانه و یک جامعه به کجا کشیده میشه؟ طبیعتاً زمانی که من از خانه این مسئولیت‌ها رو نیاموخته باشم، نمیتونم فرد مسئولی در جامعه باشم. یعنی یک خانواده پریشان، صاحب یک خانواده پریشان هستم و در آینده خیلی امکان داره که من یک خانواده پریشان هم شکل بدم بعد از ازدواجم. ولی یادتون باشه هرگز دیر نیست برای آموختن، هرگز، برای هر آموختنی به نظر من هیچ وقت دیر نیست. پس شانه خالی نکنیم از مسئولیت هام. چیزی که خیلی جالبه اینه که پژوهش‌ها و تحقیقات نشون داده کسانی که مسئولیت پذیر هستند، اولا که خیلی موفقن، که کاملا مشخصه، برای اینکه نظمشون رو رعایت میکنن، برای اینکه وقت تلف نمیکنن، برای اینکه برنامه ریزی دارن برای خودشون، استرس به خودشون وارد نمیکنن چون میدونن که چه کار دارن میکنن، هدف دارن، انگیزشون رشد پیدا میکنه، اعتماد به نفسشون بهتر و بیشتر میشه، به همین دلیل طبیعتا اعتماد به نفس بهتری دارن و موفقیت بهتری دارن. اما چیز مسئله دیگه که خیلی مهمه، کسی که مسئولیت پذیر هست مهربانتر هست در جامعه خودش. چیزای دیگه که هوش خیلی باهوشتره، یعنی انسانی که مسئولیت در قبال دیگران رو به عهده میگیره، من یه پرانتز اینجا بذارم، هرگز نباید مسئولیت‌های سنگین رو به روی کودکان و نوجوانان گذاشت. اینو یادمون باشه، مخصوصاً کودکان. منظور من این نیست که مسئولیت بیاموزیم. طبیعتاً کودک کوچکتر باید نوازش کنه، خواهر برادرش رو به مامان و بابا کمک کنه برای شیر دادن، آوردن وسایل کودک. ولی مسئولیت این که وظیفه این کودکی که حالا از کودک خردترش
نگهداری بکنه منظور من این نیست. حواسمون خیلی خیلی باید جمع باشه، چون مسئولیت ها باید به سن آروم 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 شکل بگیره و تقدیم کودک و نوجوان بشه. اما خیلی مسئله خیلی مهم اینه که وقتی که انسان با این نظم و با انضباط و با مسئولیت و وظیفه بزرگ میشه، سلولای مغزش بهتر رشد میکنه و باهوشتر از افراد دیگه است. افرادی که عدم مسئولیت دارن متاسفانه ضایعات بسیار زیادی رو که حالا تو سوالای بعد بهش اشاره میکنم حتما. پس ببینید که مسئولیت داشتن چقدر مهمه و چقدر هوش ما رو بیشتر میکنه. خب افرادی که این فقدان حس مسئله خیلی مهم دیگه اینه که انسان مسئول یه حس تعامل داره، حس همکاری داره، به خانواده خودش، به خودش، به کارش و به محیطی که داره کار میکنه، به دبستان و دبیرستانش، مخصوصا دبیرستان، مخصوصا دانشگاهش، به دوستاش یه فکر جامع تری رو، یک دیدگاه جامع تری رو برای خودش شکل میده و به یک نوع همکاری، چون این همکاری رو، تعاون و همکاری رو ما باید از کودکی بیاموزیم و اگر آموخته باشیم این انسان مسئول و اگر نیاموخته حال میخواد بیاموزه، این تعاون، کمک کردن، همیاری کردن خیلی خیلی احساس خیلی خوب به خود انسان در نظر روحی روانی میده و در کنارش هم کار رو خیلی بهتر میتونه تنظیم بکنه و تو محیط کار رو خیلی بهتر و کارایی کار رو، بازدهی کار رو طبیعتاً خیلی بهتر میتونه انجام بده، مدیریتش خیلی بهتره، همکارا و همیاراش خیلی راحتتر در کنار هم میتونن کار بکنن و اینا دست به دست هم میده. یعنی یک انسان مسئول ببینید چقدر متفاوته با انسانی که عدم مسئولیت داره. حال عدم مسئولیت، فردی که عدم مسئولیت پیدا میکنه متاسفانه خیلی از هوشش دیگه استفاده نمیکنه، چون زیاد فکر نمیکنه، چون احساس مسئولیت نمیکنه که فکر بکنه، بی انگیزه میشه، بی هدف میشه. خطر دیگه اینه که یه حس بی تفاوتی شدید بهش ممکنه بده و این حس بی تفاوتی نسبت به خودش، نسبت به خانوادهش، نسبت به جامعهش، نسبت به فرهنگ و سیاست و همه اینها، در همه ابعاد وقتی نگاه کنیم میبینیم که یک حس بی تفاوتی ممکنه که بهش دست بده و اینا همه بسیار میتونه مضر باشه برای خودش و طبیعتاً برای جامعه. اما حال بریم ببینیم که کشور ما آیا از یک روان سالم برخوردار هست؟ مردم ما آیا از یک روان سالم برخوردار هستند؟ آیا روان یک کشور یک بوده، یعنی همه تو یک شکل قرار گرفته روح و روانشون؟ اولا که بدون شک ما از قوم‌های زیبایی کشور ما اینه که از قوم‌های مختلف میایم و قوم‌های مختلف با فرهنگ‌های مخصوص متفاوت خودشون هم هستند و در کنارش طبیعتاً زمانی که ما در شهرهای کلان و بزرگ موقعیت‌ها بیشتره و در شهرها و روستاها موقعیت‌ها و امکانات بسیار کمتره، روح و روان رو نمیتونیم هرگز به یکسان نگاه بکنیم. حتی در یک خانه شما اگر 3 تا 4 تا خواهر برادر باشید، روح و روان تک تکتون با هم متفاوته. چرا؟ به خاطر اینکه دیدگاه شما، دیدگاه تک تک ما نسبت به هر چیزی کاملا متفاوته. افکار ما، احساسات ما و طبیعتاً رفتار ما کاملا متفاوته. پس نمیتونه یک شکل باشه. ولی آیا کشور ما و ملت ما از یک روح و روان سالمی برخوردار هستند؟ من میدونم که جواب این سوال رو الان، همین الان سرتون رو تکون دادید، یک آهی کشیدید و اکثرانتون شاید گفتید نه. برای اینکه روح و روان خیلی مسئله اساسی و مهمیه در کنار آسایش، آسایش فکری،
آسایش اجتماعی، آسایش اقتصادی و آسایش سیاسی که متاسفانه وقتی نگاه میکنیم در کشور ما هیچ کدوم از این آسایش ها برای اکثریت به وجود نیامده و روز به روز و سال به سال کمرنگتر و کمرنگتر شد. ما یک سری آقازاده ها داریم، لوسان اون منطق که برای خودشون لاکچری لایف درست کردن و یک کشور جداگونه برای خودشون درست کردن. اکثرنشون هم پاسپورت های متفاوت برای خودشون و بچه هاشون فراهم کردن و جزئی از ملت این کشور نیستن. آنها امتند، امت بیت رهبری هستند. اما مردم ما در کنار این همه مشاکل و معضلات بسیار پیچیده، فقر، زیر خط فقر، فحشا، بزهکاری، فساد، اختلاس، دزدی، جنایت، اعدام‌های نابرابر، زندانی‌های سیاسی و قتل‌های ناموسی که اخیراً دیدیم، چطور میشه یک جامعه بتونه روان سالم داشته باشه در برابر این همه ظلمی که نظام جمهوری اسلامی برای ایران و ایرانی درست کرد و نه فقط ایران و ایرانی، در کشورهای همسایه شدیداً اختلال و مصیبت‌ها و جنایت‌های خیلی زیادی درست کرد و مردم کشور عراق، یمن، حتی فلسطین و سوریه، چقدر این رهبران سیاست‌های این کشورها برای ملت خودشون ضرر داشتن و دارند. و متاسفانه نظام جمهوری اسلامی نه فقط ملت ایران رو بلکه ملت‌های دیگر هم بسیار آسیب زد، نه دولت‌هاشون بلکه مردمشون. این مسئله خیلی مهمه. شما یادتون باشه که همیشه ما باید مردم رو از دولت جدا کنیم. ملت با دولت یکی نیست. مثل خود ما، آیا اگر کشورهای دیگه ما رو در کنار دولتمون قرار بدن، با همون دیدگاه نگاه کنن، ما چه احساسی بهمون دست میده؟ چقدر ناراحت میشیم و چقدر نابرابره یه همچین افکاری؟ ولی متاسفانه من میبینم وقتی ریسرچ میکنم، میبینم که بعضی مواقع نادیده گرفته میشه ملت و میچسبونیم به دولت‌های دیکتاتوری. این کار بسیار غیر عادلانه است به نظر من. پس روان کشور، ملت کشور ما روان سالمی نیست. شما نگاه کنید برای یک حجاب چی کار دارن میکنند، برای کودک همسری چه دست و پایی دارن میشکنند، اسید پاچی و همچنین برای قتل‌های ناموسی هیچ حرکتی نمی‌کنند. قانون سفت و محکمی مثل دنیای کشورهای دموکراتیک نمی‌ذارند که بتونن جلوی یه همچین فاجعه‌هایی رو بگیرند. پس متأسفانه تک تک این ابعادی که من گفتم زیر چتر سیاه دلان جمهوری اسلامی بیمارتر و بیمارتر شده. یادتون باشه این نظام هیچ مدیریتی، تخصصی، هیچی نداره، نداشته و نداره و هر دیکتاتوری اولین کاری که تلاشی که میکنه رعب و وحشت ایجاد کردن، رعب و وحشت و در کنارش ناامید کردن ملت، معتاد کردن مردم و فسادهای زیرزمینی و سرگرم کردنهای بسیار مصنوعی و ناسالم. اینو یادتون باشه. این کار هر نظام دیکتاتوریه که میبینیم نظام جمهوری اسلامی هرگز در هیچ بعدش کم نذاشته برای بیمار کردن ملت ما. حال بریم سراغ سوال بعدی. خطرات عدم مسئولیت تک تک ما، عدم مسئولیت فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چیست؟ چه خطراتی ایجاد میکنه؟ خیلی سوال مهمیه. یعنی تک تک ما
اگر بخوایم سلب مسئولیت بکنیم، اگر بخوایم بریم سراغ اعتیاد، اگر بخوایم هر کدوممون ناامید بشیم، این دقیقاً کاریه که یک نظام فاسد دیکتاتوری هدفش هست و دقیقاً کاری کرده و میکنه و خواهد کرد که نسل جوان رو، نیروی انسانی رو از کار بندازه. لب کلام داریم، دشمنت رو شاد نکن. خطر عدم مسئولیت 40 سال، نه 41 سال طول کشید. سال به سال اوضاع اقتصادی ما، اوضاع اجتماعی ما، اوضاع فرهنگی ما و سیاسی ما سال به سال بدتر شد که بهتر نشد. زمین رو فروختن، آب رو فروختن و خاک رو فروختند، جان و مال رو فروختند، همه کار کردند و می کنند و خواهند کرد. اگر هر کدوم از ماها بخوایم دست رو دست هم بذاریم و فکر کنیم که کاری نمی شود کرد، این دقیقاً هدف جمهوری اسلامیه که اینو الغا بکنه، شستشوی مغزی بده. حرکت تمام کشورهای دیکتاتوری هر حرکتی رو سعی بر خاموش کردنش و قتل عامش دارند. این تاریخ کشور ما، کشورهای دیگه و هیچ شکی درش نیستش. و هر بارم که این کار رو کردن ما میدونیم و دیدیم که سکوت برگشت، ناامیدی بیشتر شد، فساد خیلی بیشتر شد، دزدی و غارت خود نظام شدیداً بیشتر شد و طبیعتاً تهدیدش هم بیشتر شد. ولی فقط خیلی کوتاه که این بحث رو برسیم سراغ سوال بعدی، اینه که عدم مسئولیت ما این خطرات رو بیشتر میاره، یعنی خفه کردن مردم، بی انگیزه کردن مردم، معتاد کردن مردم، فساد بیشتر، دزدی بیشتر، جنایات بیشتر و بی فرهنگ تر کردن ما و محکوم کردن ما به درون خانه ها و سکوته. این خطره. حال مسئولیت‌های اجتماعی ما توی همچین شرایط کنونی چیه؟ خیلی دلم میخواد که وقتی برنامه رو که تماشا کردید یه صحبتی با هم دیگه، اگر تنها نیستید یک صحبتی با هم دیگه بکنید و جواب این سوال رو تو کامنت ها برای ما بنویسید که واقعا مسئولیت‌های اجتماعی ما ایرانی ها در قبال این همه ظلم چیست؟ آیا ما مسئول هستیم؟ آیا باید کاری برای این مسئولیتمون بکنیم؟ این فقط فعلا از شما دارم سوال میکنم، حالا بعد بیشتر توضیح میدم. چگونه میتونیم به مسئولیت خودمون یه مقدار بیشتر فکر کنیم و سلامت روح و روان خودمون و جامعه رو بسازیم؟ ببینید، یک فرد مسئول بهانه نمیاره. دیدین؟ من زیر کامنت های خودم و هر وقت که پست میذارم، همین امروز پست گذاشتم از پدری که به دوتا دختر خردش تجاوز میکرده از کودکی و بعد دختر 11 سالش رو به مرد 80 ساله فروخته، عقدش کرده، یعنی شوهرش داده و 20 میلیون پول گرفته و این دختر به مادر التماس میکنه که منو برگردون و مادر عاجز و نادان و بی سواد و معزل، یعنی کاری نمیتونه بکنه. توی این ریپورت خیلی ریپورت مهمی بود. وقتی که من اینو پست کردم و یه کلیپ دیگرم ادیت کردم و پست کردم، یک نفر نوشته بود که خیلی نباید مشکلات و مصیبت ها رو ما بریم بخونیم توی این دنیای مجازی. دنیای مجازی رو نباید اینجوری انقدر غم و ترس و وحشت رو بریم نگاه کنیم و بخونیم. من زیرش نوشتم جواب کامنت رو. نوشتم ای عزیزم، تا یک کوتاه کوچیک خورد با شما همراه هستم. اما اگر ما چشمهامون رو ببندیم، نابینا کنیم خودمون رو، گوشهای خودمون رو بگیریم و خودمون رو ناشنوا کنیم، زبان خودمون را هم خودمان ببندیم،
کاری که دقیقا نظام دیکتاتوری انجام میده با ما و داد، کورش و کرش و خفش و. دنیای مجازی داره صدای معصومان رو به گوش ما میرسونه. ما چطور بتونیم چشمامونو ببندیم به خاطر اینکه یه مسئله ما رو ناراحت میکنه، نگاه نکنیم، تحقیق نکنیم، آگاه نشیم؟ آیا این خواسته خود نظام دیکتاتوری نیست؟ آیا این خواسته خود ظالم ها نیست که اینجور به کودکان خودشون، متجاوزین، قتل های ناموسی، همه اینا اگر ما نریم، نبینیم، وقتی رسانه ها دارن، رسانه های مخصوصا دنیای مجازی و میدیا داره نشون میده، داره اعلام میکنه، من و تو مسئولیتمون چیست؟ چشمامون رو ببندیم، بگیم ناراحت میشم، نمیخوام بشنوم. ما هر روزه باید اخبار روز رو بدونیم. این یک مسئولیت و وظیفه انسانه، یک انسان آگاه و باخرد. ولی نه اینکه دائما بشینیم پشت سر هم یک مسئله رو تکراری ببینیم. شما در این مورد درست میگید، نباید. ولی به نظر من هر روز باید بدانیم در دنیای کشور خود و نه فقط کشور خود، در کشورهای دیگر چه گذشت و چه میگذرد. چون انسان آگاهیش بیشتر میشه، خردش بیشتر میشه، فرهیختگیش بیشتر میشه، احساس وظیفه و مسئولیتش بیشتر میشه. اما وقتی که نگاه نکنه و فقط بره دنبال فان، هیچ اشکالی هم نداره. فان باید در زندگی ما باشه که به ما انگیزه بده، به ما شادی بده، سیستم دفاعی بدن ما رو قوی میکنه. ولی هر چیزی باید در حد تعادل و بالانس و بالانس خودش باشه، فراموش نکنیم اینو. پس باید ما اتفاقا ببینیم و شیر کنیم در گروه ها. این یکی از مسئولیت هایی که سوال کردم، مسئولیت ما چیست؟ این یکی از اون مسئولیت هاست که خبر رو میبینیم، خبر رو میشنویم، جگرخون میشیم، ناراحت میشیم، حتماً بارها عشق میریزم و پست میکنم، یا عشق میریزم و کامنت مینویسم. اما نگاه میکنیم، میبینیم، آگاه میشیم و بعد تازه باید خبر رسانی کنیم. وقتی یک خبری صحت داره، برای گروه های خانوادگیتون بفرستید، برای گروه های اجتماعی بفرستید. ما وظیفه داریم. ببین، هر کدوم از ماها باید یک محقق و پژوهشگر، گزارشگر باشیم، تک تک ما، و باید اطلاع رسانی بکنیم. وقتی انسان آگاهی پیدا میکنه، طبیعتاً هوش و خردش بیشتر میشه، به تفکر میفته انسان، احساسش و فکرش شروع میکنه در کنار هم کار کردن و بعد به رفتار میرسه انسان. حال انسان میدونه که مسئوله در قبال این فاجعه. ببینید، در عرض 2 هفته 4 تا یا 5 تا ما متاسفانه قتل ناموسی داشتیم. پدر با داس، پدر با تبر، یک پدر ریحانه با تبر، برادر تیکه تیک کردن با چاقو خواهر، رومینا با داس، عموی ناتنی با کتک زدن فاطمه 16 ساله و بعد از طبقه چندم پرت کردن فاطمه پایین. چطور من و تو میتونیم سکوت کنیم؟ چطور میتونم بگم به من مربوط نیست، وای حالم بد شد؟ معلومه که حالمون بد شد، معلومه که باید بگریم. آبروی یک ایران و ایرانی داره میره، فرهنگ ما داره نابود میشه، جامعه ما به بیراهه، شدیداً به بیراهه داره کشونده میشه، اجتماع ما داره روز به روز فقیرتر، اقتصاد فقیرتر، اجتماع داره روز به روز به نابودی میره، سیاست مداران کشور ما
حکام کشور ما دارن روز به روز بیشتر جرم و جنایت و قتل و دزدی میکنن و من بگم به من مربوط نیست، حالم بد شد. فریاد نشنفته اون عزیزانی که این چنین دارن نابود میشن و صداشون خفه شد و رفتن زیر خاک، چطور من و تو بگیم حالم بد شد به من مربوط نیست؟ دقیقا اون جنایتکاران و دقیقا بیت رهبری همینو از من و تو میخواد. دخالت نکن، برو تو خونت خفه شو، صدا در نیاد، سکوت کن. همینی که هست خواهی از این بدتر بشه؟ آیا لیاقت من و تو ایرانی اینه؟ آیا لیاقت اون معصومانی که اینجوری به فروش دارن میرن؟ تجاوز به کودک کار داره هر روزه میشه، پدر به کودک خودش داره دست میزنه، میفروشه ناموسشو وجودشو. چطور منو تو سکوت کنیم بگیم به من مربوط نیست، حالم بد شد؟ حال ما باید بد بشه تا دست در دست هم بدیم، در کنار هم با یک حرکت همبستگی و اتحاد ملی، همین که به گوش هم دیگه میرسونیم، همین که میگیم این کار قبیحه، همینی که هر جامعه ای، هر محله ای شدیداً در مقابل این حرکت بیسته. ببینید تالش، ریحانه، اعضای اون روستا باید چی کار میکردند؟ به نظر شما باید چی کار میکردند؟ وقتی که ریحانه رو پدر با تبر کشت، بارها خواسته بود سم بهش داده بود که بکشتش و خوشبختانه مادر نجاتش میده، میبرتش بیمارستان، نقشه کشیده بودن، فاطمه 18 ساله رو نقشه کشیده بودن، پدر، عمو و شوهر نقشه کشیده بودن که پیداش کنن و حتی شب آخر به همه خانواده گفتن باهاش خداحافظی کنین، میخواییم بکشیمش. ای خانواده، مسئول تویی، مسئول منم، چطور سکوت کردی؟ تک تک ما مسئولیم، ما باید دست به دست هم بدیم. هر روستا و هر شهری که این اتفاق میفته، سیاسی که نیستش باز بگیم سیاسیه، بهانه بیاریم بگیم سیاسیه، میکشنمون. یک مسئله فقر فرهنگیه، جنایت فقر فرهنگیه، تعصبات شرعی و عرفیه. باید جمع بشیم، زن و مرد، مخصوصا شما مردان و خانوم ها و دختران، مهر دخت، مهر بانو، باید هر بار که این اتفاق میفته همه ما جلوی اون خانه جمع شیم، اعتراض کنیم که چرا؟ چرا؟ من صبح یک کلیپ پست کردم، فرق بین چرا و چرا. چرا رو حیوانات میکنن، یک کلمه‌ای که با کسره فرقش هست. چرا و چرا؟ آیا ما از جماعت چرا هستیم که سرمونو بندازیم پایین، فقط شکم خودمونو سیر کنیم و بگیم به ما مربوط نیست؟ یا ما از چرا هستیم؟ تالشی ها و کل اون منطقه باید جمع می شدن جلوی خونه رومینا، همدردی می کردن با رومینا و می ایستادن برای حقوق کودک و دختر و جوان و پسر و دختر و حقوق انسانی. ولی چه شد؟ سکوت. دنیای مجازی کافی نیست. یه همچین اتفاقاتی رو ما باید در کنار هم، شماهایی که در ایران هستین، باید در کنار هم، در کنار نزدیک خانه اون فرد باید بیستیم. اینجاست که صدا به دنیا میرسه که ما ایرانی ها فرهنگمون این نیست. این فرهنگ غلط یک نظام فاسده. ما ایرانی اعتراض میکنیم به زن کشی، به کودک کشی، به قتل‌های ناموسی، به تجاوز به کودکان، به کودک کار، به اجحاف، به دزدی. این بخش که سیاسی نیست بخوایم بهانه داشته باشیم.
این بخش بخش اجتماعیه که به سیاست ربط داره البته، اما اونا کاری نمیتونن بکنن. این ماییم که باید بایستیم. دنیا داره ما رو مثل نظام جمهوری اسلامی میبینه، بسیاری از مردم عادی، و اگر ما سکوت کنیم در مقابل اعدام، بریم تخمه بشکنیم، بچه‌مونم تو بغل بگیریم؟ آیا فرهنگ من و تو اینه در قرن 21 که فقط بشنویم یه سری تکون بدیم بعد بگیم به من چه؟ لیاقت ایران و ایرانی این نیست با یه همچون تاریخی که ایران و ایرانی داشته. فکر کنیم، دست به دست هم بدیم، یه همچین فاجعه هایی رو جمع شیم در کنار هم و فریاد نه و چرا رو به آن خانواده و خانواده های مشابه و اون فرهنگ غلط اون خانواده ها و جامعه ای که اون فرهنگ رو میخواد بپذیره و سیاست کشوری که اون میخواد اون فرهنگ رو بپذیره، ما باید بایستیم بگیم نه. چرا؟ ما نمیخوایم. ما ایرانی هستیم. این فرهنگ ما نیست. لیاقت ما بسیار بالاتر از این هاست. یادمون باشه که خیلی از تیکه های مهم لیاقتمون رو فراموش کردیم. خب بریم سراغ اعلامیه جهانی مسئولیت های انسان در سال 1997. خیلی جالبه. اصول بنیادین انسانیت و برابری حقوق. حقوق، برابری حقوق. نه زبان میشناسه، نه فرهنگ میشناسه، نه قوم میشناسه، نه دین خاصی میشناسه، هیچی نمیشناسه. همه انسانها در کنار هم برابرند. این یادتون باشه، اعلامیه جهانی مسئولیت انسانه. یعنی یک انسان چه مسئولیت هایی داره و چه مسئولیت هایی باید بهش داد و چه حقوقی داره. پرهیز از خشونت و احترام به خود و یکدیگر. آیا برای خودمون حرمت قائلی؟ اونا که برای ما حرمت قائل نشدن هرگز، اصلا بوی از انسانیت نبردن که بخوان برای من و تو انسان انسانیت بشمارند. حق زندگی کردن. حق دارم زندگی کنم، حق داری زندگی کنی. تا زمانی که آسیبی به کسی نمیرسونیم، حق زندگی کردن و انتخاب زندگی کردن، انتخاب لباس، انتخاب بودن برای منه، برای توست، برای ماست. عدالت و همبستگی. آخ از این همبستگی، آخ از این همبستگی که با حسرت به دنیای غرب نگاه میکنم وقتی همبستگی رو میبینم، با حسرت. راستی و بردباری، یعنی درستکاری. چقدر حق باز شدیم، چقدر به خود و دیگری دروغ میگیم، چقدر فریبکار شدیم، چون یک سیاست فریبکار جامعه رو فریبکار میکنه. ببین مسئولیت چقدر بزرگه برای ما. احترام متقابل و همکاری. الان اوضاع کروناست، یک ستاد مردمی ما درست کردیم، ستاد مردمی مبارزه با کرونا در ایران. هم پول میدیم، پول جمع میکنیم برای مردم داخل ایران، برای امکانات در بیمارستان، پزشکان، پرستاران و همچنین خانواده های کرونا، عزاداری. من گفتم در خدمت تک تک شما هستم، به شخصه مالی و در این ستاد مالی و همچنین روحی روانی به داد شما عزیز عزاداران عزیزان برسم. سوگواری که عزیزت از دست دادی، حتی نتونستی ختم راحت بگیری. سوگواری که عزیزت رو در زندانهای نابرابر جمهوری اسلامی، فعالان حقوق مدنی، زندانیان سیاسی، زندانیان عادی که مردم دارن در فقر دست و پا میزنند، ما داریم سعی میکنیم کمک کنیم به تک تک این خانواده ها. دست به دست هم بدیم و در همین جا از شما هم تقاضا میکنم
حال حتما در آینده براتون می نویسیم که چجوری باید کمک کنید. این کمک ها رو هر چقدر که در توانتون هست حتما حتما به این ستاد یاری کنید و همچنین خودتون هر چقدر که می تونید، چون یاری کردن و کمک کردن به دیگری احساس تعاون، احساس ببین بخش ثوابش مال شما، هر کس که اعتقاد داره. چون من میگم ما کار انسانی رو که نباید معامله کنیم به خاطر اینکه اون دنیا حالا یه چیز تیکه زمین بیشتر به ما بدن. اما احترام به عقاید شما، در کنار ثوابی که شما اعتقاد دارید، انسانیت، اخلاق، اصول، همراهی و همیاری یک احساس و شعف به انسان میده، به خانواده میده، یک احساس آسایش میده، احساس میکنی که کاری کردی، وظیفه ای انجام دادی و این وظیفه در کنار هم هی باید قطراتی در کنار هم جمع بشه و جمع بشه، بشه یک دریا و این دریا در کنارش میتونه دست به دست هم بده وارد اقیانوس آزادی و رهایی بشه. خیلی صحبت کردم، امیدوارم سرتون رو به درد نیاورده باشم. به امید اتحاد و همبستگی، همیاری کردن با همدیگه، عشق ورزیدن به همدیگه و سکوت نکردن و یاری کردن به یکدیگر. اتحاد ملی هرگز فراموشمون نشه. شب و روزتون خوش و شما رو به آرامش و آسایش خاطر میسپارم. به امید اون روز که امیدوارم با دست به دست دادن یکدیگر به آن برسیم. شب و روزتون خوش.